سرخط خبرها. سفر رئیس آژانس انرژی اتمی به تهران در آستانه توقف اجرای پروتکل الحاقی. رافائل گروسی برای بازگشت ایران به تعهداتش در برجام تلاش میکنه. برجام اون وقت شبهه داشتن که نزدیک انتخابات، دو سه روز دیگه انتخابات میشه، این رو بگیم نگیم. من گفتم از آن رئیس جمهوری ایران به تلاش برخی برای پنهان کردن ورود کرونا به این کشور. روحانی میگوید آنها نگران انتخابات بودند. تا صبح مجبورن کنار آتیش توی سرمای منفی 5 درجه سانتیگراد زیر صفر تحمل کنند. سرمای زیر صفر و کمک هایی که به موقع نمیرسد. زلزله زدگان سیسخت دومین شب را هم در خیابان ها و ماشین ها صبح کردند. و بیانیه مشترک زندانیان سیاسی در ایران میگویند در شرایطی ظالمانه ذره ذره به طرف مرگ می‌روند. سلام و عصر بخیر. با شدت گرفتن نگرانی از اقدام‌های هسته‌ای اخیر ایران و افزایش تحرک دیپلماتیک برای احیای برجام توافق هسته‌ای، رئیس آژانس بین‌المللی انرژی اتمی امروز به تهران می‌رود. سفر رافائل گروسی در حالی صورت می‌گیرد که ایران گفته از 3 روز دیگر، روز سه‌شنبه، بازرسی‌های فوری از تأسیسات مورد نظر آژانس را ممنوع می‌کند. ایران میگوید که آمریکا باید هرچه زودتر همه تحریم‌ها را لغو کند تا دوباره در اجرای کامل تعهداتش را در برجام از سر بگیرد. بهمن کعباسی از نیویورک با ماست. بهمن، سفر آقای گروسی در آمریکا چقدر حساسیت ایجاد کرده، به خصوص در آستانه روز سه‌شنبه، روزی که ایران قراره که به بازرسی‌های سرزده آژانس و کار آژانس، بازرسان آژانس به اصطلاح خاتمه بده؟ نگاه‌ها متوجه این سفر هست به این جهت که به طبع آمریکایی‌ها کنجکاوند ببینن که حرکت‌های دیپلماتیکی که در 24 ساعت 48 ساعت گذشته انجام دادند چقدر میتونه کمک بکنه به اینکه ایران به اون وعده‌ای که داده برای کاهش همکاری با آژانس عمل نکنه یا دست کم اون رو به تأخیر بندازه، و بعد بر اساسش بسنجن که چقدر میتونن با سرعت به سمت حل موانع دیپلماتیکی که وجود داره برای بازگشت به برجام، موانع سیاسی که در داخل آمریکا هم وجود داره، حرکت بکنن. به همین جهت یکی از شاخص‌هایی است که طبیعتاً واشنگتن داره بهش نگاه میکنه که ببینه رفتار ایران چگونه است. خود دبیرکل آژانس هم مشخصا گفته که من وقتی دارم سفر میکنم به تهران، قصد دارم ببینم که آیا ممکن است که به نوعی که هم قوانین ایران رعایت بشه، همین قانون جدیدی که تصویب شده، و همکاری ادامه پیدا کنه، راه حلی هست یا نه. یعنی به نظر میاد از دید اونها هم ممکن است بتوان یک راه میانه پیدا کرد که هم به اصطلاح قوانین ایران اجرا شده باشه، هم همکاری به نوعی ادامه پیدا بکنه. به همین جهت آنچه که از این دیدار بیرون میاد اهمیت داره. در واشنگتن خود دبیرکل آژانس هم اعلام کرده که فردا در یک کنفرانس خبری صحبت خواهد کرد در تهران. آنچه که در اونجا گفته خواهد شد به تبع بر تصمیم گیران در واشنگتن هم تاثیر میذاره. اینجا در اروپا ما گزارش داشتیم که قدرت‌های اروپایی شاید واکنش تندی روز سه‌شنبه نشون بدن اگر قراره که کار بازرسان آژانس از روز سه‌شنبه محدود بشه. آیا انتظار داریم که آمریکا هم واکنش تندی نشون بده؟ به نظر میاد که در برایند گفتگوهای درون دولت آقای بایدن این بوده است که بعضی معتقد بودند ما نباید بر اساس زمانبندی که ایران تعیین میکنه حرکت بکنیم و هر اقدامی رو متناسب با منافع خودمون باید پیش ببریم، اگر هم حتی اگر قرار است که یک اقدام دیپلماتیک باشه. و دیگرانی هم بودند که میگفتند مهم است که ما یک حرکتی قبل از اون تاریخ بکنیم که کمک بکنیم که این عدم کاهش همکاری صورت نپذیره. به نظر میاد در مجموع اون بحث ها همین بوده است که اون اقدامات 48 ساعت گذشته است، گویا که در هیچ کدوم از اون اقدامات شامل کاهش تحریم ها نبوده ولی گام های دیپلماتیک بوده. به همین جهت به طبع آنچه که ایران انجام بده روز سه‌شنبه برای این موازنه قدرت یا بحث هایی که در درون دولت آقای بایدن
وجود داره و همچنین فشارهایی که از کنگره هست تأثیر خواهد گذاشت به نفع یا به ضرر یک گروهی. اشاره کردی به کنگره، میخواستم بپرسم که دولت آقای بایدن واقعا چقدر زیر فشار هست از طرف جمهوری خواه ها در کنگره و همچنین خیلی از نمایندگان دموکرات که میگن نباید دولت به این آسانی و به این زودی به برجام برگرده. مشخصه که منتقدان سیاست آقای اوباما همون هایی هستن که امروز هم منتقد تلاش آقای بایدن برای بازگشت به برجامن و اونها هم به تبع تأثیر میذارن و در معادلات آقای بایدن به خصوص با توجه که تمرکزش مسائل داخلی است اینا وضع منظور میشه و به تبع بر اساسش گام برداشته میشه. ولی همطور که میگیم فقط محدود به جمهوری خواه نیست، رئیس کمیته سیاست خارجی سنا سناتور منندس جزو کسانی است که در جزو 4 سناتوری است که در آغاز هم مخالف برجام بود و خب در مقامی هم هست که تاثیرگذاره و بر اساس گزارش‌های رسانه‌های آمریکا نگرانی در مورد واکنش آقای منندز هم بر اینکه آقای بایدن چگونه داره گام برمی‌داره، سرعت گام برداشتنش تأثیر داشته و همین جهت این گفتگوها ادامه داره و بعضی هم معتقدن اینکه آقای بایدن آرام‌تر از اون چیزی که بعضی از طرفدارانش انتظار داشتن داره گام برمی‌داره و همین جهت است که می‌خواد آرام آرام آقای منندز بعضی حتی جمهوری‌خواهان رو دست کم از مخالفتشون بکاهه، به جای اینکه یک باره وارد برجام بشه گام به گام این کار بکنه که میزان مخالفت ها کم شه. البته منتقدان میگوین که این ممکن است که فرصت موجود رو از دست بده آقای بایدن اگر خیلی طولانی بشه، ولی به هر حال به نظر میاد اونا دارن سعی میکنن یک بالانسی ایجاد بکنن بین اون مخالفت هایی که در درون کنگره هست و تلاششون برای بازگشت به برجام. و من یه سوال دیگه میخواستم بپرسم در مورد این جلسه ای که مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا میخواد برگزار کنه، جلسه 4 به اضافه 1 و ایران، و در این جلسه از آمریکا دعوت کنن که شرکت کنه. ایران هنوز نگفته که آیا در چنین جلسه شرکت خواهد کرد یا نه. از این که بگذریم میخوام بپرسم که در آمریکا چقدر امیدواری یا چقدر به اصطلاح هیجان هست نسبت به برگزاری چنین جلسه ای؟ خود آقای دو مقام ارشد وزارت خارجه که در اون کنفرانس خبری تلفنی با ما صحبت کردن شبی که این اقدامات دیپلماتیک اعلام شد، تاکیدشون بر این بود که این جلسه رو ما نمیخوایم طوری وانمود بکنیم که در آن همه مسائل حل خواهد شد، ولی به هر حال گام مهمی است به خاطر اینکه تا ننشینیم و صحبت نکنیم به تبع نمیتونیم گام هایی که باید هر دو طرف بردارن برای بازگشت برجام رو هماهنگ کنیم. به همین جهت در عینی که نمیخوان بگن این جلسه خیلی جلسه مهمی است، ولی در ضمن تاکید دارن که برگزاریش لازمه و قبل از اینکه بخوایم هر گامی برداریم باید بتونیم با طرف مقابل مستقیما صحبت کنیم. به همین جهت انتظاری که احتمالاً وجود داره در میان مقام‌های دولت آقای بایدن این است که ایران این جلسه رو به خصوص که به عنوان یک جلسه غیر رسمی مطرح شده بپذیره و درش شرکت بکنه تا بتونن اون گفتگویی که امیدوارن به بازگشت برجام بیانجامه درش آغاز بشه. بهمن، خیلی ممنون از شما. بهمن کعباسی از نیویورک با ما بود. متشکرم. در ایران ستاد ملی مقابله با کرونا هشدار داده که اگر موج چهارم شیوع این ویروس آغاز شود محدودیت رفت آمد میان شهرها برقرار خواهد شد. همزمان رئیس جمهوری ایران گفته که یک سال پیش وقتی برای اولین بار ویروس کرونا در این کشور ثابت شد نزدیک انتخابات بود و بعضی شک داشتند که این خبر اعلام شود یا نه، اما او دستور داد که ماجرا فوراً به اطلاع مردم برسد. این در حالی است که بسیاری دولت ایران را به پنهانکاری درباره اعلام زمان ورود کرونا متهم کردند. فیروز اکبریان گزارش می‌دهد. 30 بهمن پارسال بود. حرف‌های رئیس جمهوری ایران در جلسه ستاد مقابله با کرونا، یک سال بعد از اعلام رسمی ورود این ویروس به ایران. ما از اون اولین روزی که فهمیدیم این ویروس وارد این کشور شده، حسن روحانی حرفهایش را با تاکید بر صداقت دولت با مردم آغاز کرد. بعضی هم اون وقت شبهه داشتن که نزدیک انتخابات، 2-3 روز دیگه انتخابات میشه،
این رو بگیم نگیم. من گفتم هیچ تردید نکنید، چه انتخابات باشه چه انتخابات نباشه، هر مراسمی میخواد باشه، این مسئله شوخی نداره. اما هم درباره صداقت دولت با مردم شک و شبهه‌ای هست، هم درباره مدیریت مقابله با ویروس. از یک طرف تحقیقات مستقل نشان می‌دهد که ویروس مدت‌ها پیش از اعلام رسمی وارد کشور شده بود. از طرف دیگر زمانی هم که کرونا داشت گوشه گوشه کشور را تسخیر می‌کرد، دولت تمایلی به اعمال محدودیت‌های سخت و صفر نداشت. ما قرنطینه محله، قرنطینه شهر رو نداریم. وقتی هم که خواست از جدی بودن خطر بگوید، حنایش برای مردم چندان رنگی نداشت. یعنی اصلا این تعطیلات برای این بود به مردم بگیم آقا این مسئله ویروس کرونا خیلی جدیه. همین. ایران یکی از بدترین کشورهای خاورمیانه از نظر شیوع کرونا است. با حدود 60 هزار جان باخته و بیش از 1,500,000 مبتلا بر اساس آمار رسمی. در حالی که قبلاً تحقیقات بی بی سی نشان داده بود شمار واقعی بسیار بیشتر از آن چیزی است که وزارت بهداشت اعلام می کند. دولت آن زمان تکذیب می کرد. اما بعدها مقام‌های مسئول هم اذعان کردند که موارد واقعی ابتلا به مراتب بیشتر از آمار رسمی است. کشور حالا به گفته مسئولان در آستانه موج چهارم قرار دارد. ستاد مقابله با کرونا گفته اگر موج چهارم شروع شود، محدودیت تردد بین شهری اعمال خواهد شد. نگرانی هایی هم از شیوع کرونا در کشورهای همسایه است. شواهدی از گردش ویروس در کشور عراق وجود داره. در مورد مرزهای غربی کشور میبایست بسیار اقدامات سختگیرانه‌ای برای عبور و مرور صورت بگیره. خوزستان همچنان یکی از بدترین استانها از نظر شیوع کرونا است. بر اساس آمار رسمی همه شهرهای قرمز در این استان هستند، یعنی شهرهای آبادان، اهواز، ماهشهر، خرمشهر، دسفول، دشت آزادگان، رام هرمز، شادگان، شوشتر، کارون و هویزه. واکسیناسیون به کندی صورت می‌گیرد و کمتر از یک ماه به تعطیلات نوروزی مانده. اینها نگرانی از موج دیگر را بیشتر کرده. ببینید سطح شهر ترافیکو. احتمالاً یکی از چالش‌های مهم دولت در یک ماه پیش رو این خواهد بود که از مردم بخواهد به جای دید و بازدید و سفر نوروزی در خانه بمانند. فیروزه اکبریان، بی بی سی. چند خبر کوتاه. سعید افکاری میگوید که دادستانی استان فارس دستور داده برادرانش وحید و حبیب افکاری را امروز به بند عمومی برگرداند. او این خبر را در توییتر به نقل از دادستانی منتشر کرده و گفته که قرار است بعد از این جابجایی در مورد حق درمان آنها تصمیم گیری شود. این دو همراه دیگر برادرانشان نوید به اتهام شرکت در ارتباط با اعتراض‌های تابستان سال 97 در شیراز بازداشت شدند. نوید افکاری با وجود فشارهای بین‌المللی به اتهام قتل یک کارمند حراست اداره آب اعدام شد، هرچند خودش تاکید می‌کرد که بی‌گناه است. حبیب و وحید هم نزدیک به 6 ماه است که در بازداشت انفرادی هستند. بیش از نیمی از دانش آموزان استان سیستان و بلوچستان ایران از شبکه شاد برای آموزش آنلاین محرومند. این خبر را مدیر کل ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات در وزارت آموزش و پرورش اعلام کرده. او گفته که به طور میانگین 85% دانش آموزان ایران در شبکه شاد فعال هستند. استان قم با بیش از 90% دسترسی بیش از استانهای دیگر از خدمات این شبکه آموزشی برخوردار است. به گفته این مقام وزارت آموزش و پرورش، برای دانش آموزانی که امکان استفاده از شبکه شاد را ندارند، از روش‌های جایگزین آموزش حضوری، بسته‌های خودآموز و تلویزیون استفاده می‌شود. انجمن‌های مسلمانان در آمریکا و کانادا و چند روحانی سرشناس در بریتانیا و هند با انتشار بیانیه‌های جداگانه از دادگستری استان مازندران در شمال ایران خواستند مصادره اموال بهائیان روستای ایول را متوقف کنند و املاک این کشاورزان را به آنها برگردانند.
روستای ایول از توابع شهرستان چاردانگه در نزدیکی ساری مرکز این استان است. به گفته دیان علایی، نماینده جامعه بهائیان در سازمان ملل متحد، تخریب منازل بهائیان در روستاهای اطراف ساری سابقه طولانی دارد و در دوران جمهوری اسلامی به میزان قابل توجهی بیشتر شده است. مردم زلزله زده در غرب ایران دومین شب متوالی را در سرمای زیر صفر در خیابان‌ها صبح کردند. وزیر راه ایران در بازدید از مناطق آسیب دیده به زلزله زدگان وعده کمک‌های بلاعوض، وام و اسکان موقت داده. اما خیلی از اهالی از نحوه کمک رسانی شکایت دارند و می‌گویند که نگرانند بعد از چند روز وعده‌ها فراموش شود. فرهام قبادی گزارش می‌دهد. بعد 11:30 شب شهر سیسخت، دومین شبی که مردم زلزله زده در سرمای زمستان صبح می کنند. بیرون خونه هاشون آتیش درست کردن و تا صبح مجبورن کنار آتیش توی این سرمای منفی 5 درجه سانتیگراد زیر صفر تحمل کنند. بلایی که زلزله بر سر خانه های مردم آورده. دیوار خانه ها دهن باز کرده یا کاملا فرو ریخته. وسایل زندگیشان زیر تلی از آوار. زلزله 3 روز پیش شهر کوهستانی سیسخت در استان کوهکیلوی و بویراحمد را لرزاند. 70% خانه های مردم آسیب دیده. بیش از 3000 ساختمان. مسئولان کشوری هم پای کار آمدند. تلویزیون ایران از کمک رسانی و حضور مسئولان خبر می دهد. به گفته آقای کلانتری، خوشبختانه مشکلی در عرضه خدمات عمومی از جمله برق، گاز و آب به زلزله زدگان سیسخت وجود ندارد. وزیر راه هم از منطقه بازدید کرده و وعده کمک داده. روحیه مردم هم الحمدلله خوبه، مردم بسیار نجیب و با کفایتی هستن مردم منطقه و خوب‌العاده همراه. امیدوار هستیم که انشالله جریان بازسازی هم بتونه صورت بگیره برای اسکان موقت بعد از این اسکان اضطراری. گزینه‌ای که وجود داشته اینه که ما 20 میلیون تومان به هر خانواده‌ای رو تقدیم بکنیم که خودشون تصمیم بگیرن که این دوره موقت که ساختمانشون میخواد ساخته بشه در کجا اسکان داشته باشن. روایت مردم اما متفاوت است. علی‌رغم اینکه 2 روز از زلزله میگذره و خونه زندگی مردم رو میبینید، خب دولت مردان اول اعلام کردن که آقا تخریب جزئی هست، بعد اومدن و عمق فاجعه رو دیدن. الان بعد از گذشت 48 ساعت این بندگان خدا هیچ کدومشون جهت اسکان حتی اسکان موقتشون هم هیچ برنامه‌ای متاسفانه نبوده. آقا این مردم حقشون این نیست. شاید همین تفاوت روایت‌ها بعضی رو خشمگین کرده. ننگتون با دولت مردان بی‌شرف، ننگتون با صدا سیمای ملی که علکی دارید میگید 50 خونه بیشتر ترای بر نداشته. از وضعیت ما از دیشب تا حالا یکی نیومده سراغ ما را بگیره. مردی میگوید برای دریافت چادر چند جا مراجعه کرده اما چادرها را به غیر بومی ها میدهند. نس معلومه توضیح کردن همش غریبه دی، همش غیر بومی دی، نه مدیریتی دی، نه هیچ نی. بعضی اگر مسئولی ببینند نارضایتیشان را فریاد میزنند. میترسند آبها که از آسیاب افتاد دیگر پیدایشان نکنند. حاصل یک عمر تلاششان را بلایی طبیعی از بین برده. و چشم انتظار کمکند. شوهرم مریضه. پرهام قبادی، بی بی سی. نگاهی دوباره داریم به مهمترین عناوین خبری این برنامه. 3 روز مانده به ضرب العجله ایران برای توقف اجرای پروتکل الحاقی، رئیس آژانس بین‌المللی انرژی اتمی راهی تهران است. یک سال بعد از اعلام رسمی ورود کرونا به ایران، رئیس جمهوری این کشور میگوید بعضی به خاطر نگرانی از اثر شیوع کرونا بر انتخابات میخواستند پنهانکاری کنند. در ادامه این برنامه
قهرمانی سوپرستار ژاپنی در انفرادی زنان اوپن استرالیا. گروهی از زندانیان سیاسی از زندانهای مختلف ایران با انتشار بیانیه‌ای به وضعیت زندانها اعتراض کردند. آنها به وضعیت بهنام محجوبی درویش زندانی اشاره کردند که اخیراً به علت وخامت حالش به بیمارستان منتقل شد. این زندانیان نوشتند در زندانی که فاقد حداقل امکانات لازم برای زندگی مناسب انسان است، جسم و روان او ذره ذره تحلیل رفت و همسایه مرگ شد. آنها گفتند که بهنام محجوبی اولین قربانی این شرایط به گفته آنها ظالمانه نبوده و چنانچه این وضعیت ادامه پیدا کند آخرین هم نخواهد بود. محمد حسین آقاسی وکیل دادگستری از تهران با ماست. آقای آقاسی، شما وکیل هستید، با زندانیان رفت آمد دارید، سر و کار دارید، با مقام های قضایی سر و کار دارید. چرا وضع زندان ها به اینجا کشیده شده که وضع زندانیانی مثل بهنام محجوبی به لبه مرگ میرسه؟ مقررات ما برای اداره امور زندان ها و نحوه برخورد با زندانی، تکالیف و وظایف زندانبان، دادیار ناظر زندان تصویب شده از مدت ها قبل و در واقع در اختیار افرادی که مسئول هستن قرار میگیره. اما در بعضی موارد و یا مسئولین توجهی به احکام این مقررات و قوانین نمی کنن و در بعضی موارد هم واقعا امکانات لازم در اختیارشون نیست. بعضا وقتی که یک کسی بولد میشه در زندان به لحاظ رفتارش و یا به لحاظ توصیه هایی که ضابط منظورم کسانی هستن که در مرحله تحقیقات داشتن از زندانی بازجویی میکردن و یا برخی از مسئولین زندان مثل قاضی اجرای احکام یا دادیار ناظر زندان، اینها متاسفانه بعضن باشون رفتار مناسب و منطبق با قانون صورت نمیگیره و برخی از این امور بیشتر ناشی از این وضعیت خاص زندانی و یا نگاه خاص مسئولین زندان به یک زندانی هست که صورت میگیره. گفتید یا توجه نمی کنن مسئولان یا اینکه امکانات لازم رو هم ندارن. برگردیم به امکانات لازم. ببینید، الان صحبت هست که غذای کافی به زندانی ها نمیرسه، نان خشک بهشون میدن، آب گرم نیست، از زندان ها در این زمستان در سرما هستن، پزشک نیست، دندان پزشک نیست، چشم پزشک نیست. اینها چرا ما به اینجا رسیده کارمون؟ آقای باسمنجی، عنایت بفرمایید، این بیشتر این مصادیقی که فرمودید مربوط به زندان بزرگ تهران یا زندان فشافویه هست که منطقه بسیار وسیعی رو در اختیار گرفتن و ساختمان‌هایی رو در اون ساختن. این زندان قبل از اینکه مهیا و آماده پذیرش زندانی باشه افتتاح شد. به همین دلیل موکلین بر هم، اونهایی که در اونجا هستن، مینالن از این وضعیت، آب درست ندارن، واقعیت هست. و با توجه به اینکه قانون میگه که باید رئیس اون بهداری یک پزشک باشه و همیشه سنبای باشه برای رسیدگی به مسائلی که وجود داره، در تمام مدت و ایام در اختیارشون پزشک نیست. البته در هیچ یک از بهداری ها، در هیچ یک از زندان ها پزشک، چشم پزشک، دندون پزشک و یا پزشکان متعدد نیست. گاهی حتی یک پزشک هست که به صورت شیفتی اینها میان سر کار و اگر که ضرورت داشته باشه و موافقت بشه، بیماری رو ممکنه که به بیرون از زندان اعزام بکنن. اما من هم عرض میکنم، تایید میکنم به نقل از موکلینم که در زندان فشافویه وضعیت بسیار ناخوشایندی وجود داره و زندانیا به معنای واقعی کلمه دور از هر گونه امکانات لازم هست. اون امکاناتی که هست بسیار محدوده. محمد حسین آقاسی، وکیل دادگستری از تهران، خیلی ممنون از شما.
در ملبورن فینال انفرادی زنان تنیس اوپن استرالیا برگزار شد و نائومی اوساکا سوپرستار ژاپنی این روزهای ورزش زنان یک قهرمانی عمده دیگر به افتخاراتش اضافه کرد. با نمایشی فوق‌العاده در مقابل جنیفر برادی از آمریکا. پوریا جافره گزارش می‌دهد. ملبورن پارک، فینال اولین گرند اسلم فصل تنیس، آن هم در حضور تماشاگران، البته نه در استادیومی پر که خود در دوران کرونا غنیمتی است. یک طرف تور جنیفر برادی آمریکایی که برای اولین بار به یک فینال عمده رسیده، در طرف دیگر نائومی اوساکا، دختر کم ادعای ژاپنی که حالا همه می‌دانند چه بازیکن درجه یکی است. اوساکا با وجودی که از حریف 25 سالش 2 سال کوچکتر است، ولی برای این مسابقه با تجربه تر بود و کاملا بر اعصاب خودش مسلط. بدون دردسر ست اول را 6-4 برد. در ست دوم هم مسابقه دستخوش تغییرات آنچنانی نشد. اوساکا کم اشتباه بود و دقیق و هرچه از بازی گذشت برادی را خسته تر کرد و در نهایت ست دوم را هم 6-3 برد. چهارمین بردش در چهارمین فینال گرند اسلم، دوبار اینجا در استرالیا و دوبار هم در آمریکا. انگار روی زمین‌های سخت فعلا کسی نمی‌تواند در تنیس او را ببرد. ممنون که اومدین بازی رو نگاه کردیم. برای من احساس فوق‌العاده‌ایه، چون مسابقه‌های آخرم بدون تماشاگر بود. انرژی که میدن خیلی ارزش داره. ممنون که اومدین. ستاره ای از اوساکا که حالا فرای مرزهای ژاپن می‌درخشد. داستانی الهام بخش برای دخترانی که می‌خواهند ورزشکار حرفه‌ای شوند. قهرمان تنیسی که با وجود سن کمش می‌داند در دنیای امروز چقدر تاثیرگذار است. پوریا جعفره، بی بی سی. به پایان این بخش خبری می‌رسیم. ممنون از همراهی شما.